نمایشگاه های زیاده گرفتیم در این 3 سال و پس از آمدن کرونا و پس از قرنطین و دوباره کارها شروع شد، ما تصمیم گرفتیم که کارهای خود دوباره شروع کنیم و نخستین برنامه ما پس از قرنطین است که در دانشگاه کابل آمدیم، به خاطر اینکه تازه دانشگاه هم آغاز شده، درس ها شروع شده و دانشجوها همه به دانشگاه میان. ما کتاب ها را با 20% تخفیف اینجا آوردیم و پس از این هم نمایشگاه های حلقه زنجیره ای شهر کتاب ادامه داره به گوشه و کناره های مختلف کابل و ولایات. این نمایشگاه بس 3 روز است. امروز فردام که در رخصتی 28 اسد قرار داره، متاسفانه نمیتونیم اینجا باشیم و پس البته روز چهارشنبه هم هستیم. برای 3 روز است و به تعداد 6000 عنوان کتاب ما به اینجا آوردیم. روز اول ببینیم که چگونه است و تقاضای دانشجوها را ببینیم. اگر بیشتر تقاضا داشتن، ما در روزهای بعد انشاءالله بیشتر کتاب اینجا میاریم. تقریبا حدود 2 هفته میشه که پانتونا شروع شده و درس هایم به صورت منظم کم کم، چون روزه اول یک سلسله پراگندی ها بوده که در پانتونا هم بازو کم کم خوب شد و ما فعلا به صورت منظم در تایم های خود میریم و در درس های خود حضور پیدا میکنیم و خوشحال هستیم از این تصمیم. به نظر من خیلی برگزاری چنین نمایشگاه خیلی موثر میتونه باشه بر تمام محصلین، به دلیل از اینکه هم خیلی به صورت میتونن و اینجا حضور پیدا بکنن و هم یک جنبه تشویقی داره برای همگی. در ضمن از اون میتونن بعضی کتاب هایی که مثلا به غیر کتاب های آموزشی خود پانتون می باشن میتونن اونها از این به سادگی اینا به دست بیارن و اونها بتونن با فکر آرامتر برن مطالعه بکنن و یک دستاورد خیلی خوب داشته باشن. متاسفانه فرهنگ کتاب با تحولات سیاسی و فرهنگی که در افغانستان رخ داده در 40 سال گذشته، متاسفانه فرهنگ مطالعه را به کلی از بین برده یا محو کرده. در مجموع کسایی که به نوشتن هم علاقه مند هستند تعدادشون خیلی اندک است. به می شکل نمایشگاه کتاب یا کتابخانه خودش برمیگرده به تغییرات اجتماعی که چقدر شما میتونین با مطالعه تغییرات اجتماعی را به میان برین. ما فکر میکنیم که اگر مثلا ما با این نمایشگاه، جمع نمایشگاه با یک هدف خاص، گفتمان های میزای مدور را راه اندازی کنیم و یک ارزش را برای گفتمان خلق کنیم، ما فکر میکنیم که فرهنگ به یک فرهنگ عمومی و افغانی نهادی نخواهد شد.